استاد ابراهیم پورداوود در سال 1885 در شهر رشت به دنیا آمد. او پس از پایان تحصیلات در اروپا در رشته ایران شناسی به ایران بازگشت. او برای اولین بار کرسی فرهنگ و زبانهای ایران باستان را در سال 1924 بنیان گذاشت. او بدون شک برجسته ترین ایران شناس ایرانی در قرن بیستم بود. او اولین کسی بود که اوستا و دیگر کتابهای ایران باستان را به زبان فارسی مدرن ترجمه کرد. استاد پورداوود در سال 1968 درگذشت، اما یاد ایران باستان را برای ایرانیان زنده کرد. پدر من استاد پورداوود همطور که می‌دانید در رشت به دنیا آمدند و تا 16 سالگی همونجا موندند و مشغول درس اینا بودند. بعد تا استاد گمان کن خالخالی و همراه برادر سلیمان و هم آمدن تهران. پدر بزرگ من بود، اینم برادر همون سلیمان که گفتم و هم رفتم تهران، این پدر من بود، این برادر بزرگش بود با بچه بغلش. 16 سالگی رفتم به بیروت، یه مدرسه شبانه روزی بود غیر مذهبی مال فرانسوی ها بود. خیلی از شعرهای پوراندخت نامه کتابی که به اسم من بود اونجا نوشتن در بیروت زیر مهتاب، که حتی گفتن اینقدر هوا قشنگ بوده دیگه نه نوری هیچی دو زیر مهتاب این شعرها نوشتن. And then it was translated by his very good friend in Shah Irani into English. So when I first read the book, I'm afraid I read it first in English. Especially one poem is very famous because it shows the patriotism of the Iran. بعد دوباره برگشتن به ایران و در تهران که به ایران قدیم خوندن ولی یکی از استادای معروف اون زمان. این همونطور که دلخواهش بود نبوده، رشتش عوض کرده رفتن به پاریس. از پاریس آمده به برلین چون که تمام ایران شناسای معروف اون زمان در برلین بودن، بیشتر در آلمانی بودن. 1919 ازدواج کردم در آلمان با یه دختر آلمانی که مال شمال آلمان بود. بعد چیزی که تمام مدت دلش بود میخوام راجع به ایران باستان و تمدن ایران درس بخونم. بعد درسشون که تمام شد شروع کرده بودن به نویسندگی و درسای که دلخواهش بود. این کتاب راجب همه مقاله ها استادای معروف نوشتن راجب پدرم یا خطاب به پدرم، کاغذ ها که به هم دیگه می نوشتن. پدرم بین خاورشناسا خیلی معروف بود، خیلی استفاده میشه. یک سفرم کرده بودم به روسیه که میتینگ خاورشناسا بود، اون وقت پدرم هیئت هم رئیس هیئت که از ایران رفتن بود و اونجا هم خیلی استقبال کردم. به هندوستان رفته سفر اولشم به بمبئی که شروع کرده اونجا کتاباش که چاپ کنن، کتاباش ترجمه های اوستا. هندوستانم به این دلیل بود که زبون خط اوستا اونجا میتونستن به چاپ برسونن، اینم جای دیگه ایران نداشتن. اون کتاباش اونجا شروع کرده به نوشتن. خارج از ایران میشه گفت معروفتر بودن تا خود ایران، خیلی همه میشناختن. سفر دومم پس شاید 10 سال بعدش بود، دعوت شده بود از رابیندرانا تاگور شاعر معروف هندوستان که دانشگاه اون که در کلکته بود، شانتینیکتن کلکته، اونجا درس بده. اینم تو کتاب استاد ادوارد براون بود که پدر من وقتی محصل بود اون زمان برداشته شده. این همون کتابایی که پدرم نوشته همه اینا هم تو جمع کردم. این یه قسمتی از کتابای پدرمه که دادیم به دانشگاه تهران. آرزوش این بود همه جوانا هم راجب ایران باستان
اطلاعاتی داشته باشن. میدونم که خیلی خیلی استقبال میکنن جوانا، حالا خیلی ایران باستان خیلی دوست دارن و حتی بعضی هم مثلا دل شما هم زرتشتی باشن که این اینقدر دوست دارن. This is where my father is buried in Rush. That's a famous place. It's called Sabz Meydan. It's the most famous place and it's near Sabz Meydan. ایدئالش در زندگی این بود، همون که گفتن گفتار نیک پندار نیک، که همه اجرا کنه. و خودش در زندگی خیلی این بود، خیلی آدم راستگو و درست و مهربانی بود.